بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم خود تقدیم میکنم به همه شما هموطنان خوبم در هر جایی که هستین. امیدوارم جور سردمند باشین، شما خانواده های عزیز، شما مادرها، پدرها. امیدوار هستم که از کاروبارهای روزانه خسته و ماندن نباشین و با یک توکل به خدای بزرگ و یک انرژی بسیار خوب و با یک لبخند بسیار زیبا امروز بیننده برنامه روشنا باشین. امیدوار هستم که به هر حال امروز هم تا آخرین لحظات همراه ما باشین و شما عزیزان بیننده، بله میخوایم بگویم برای شما عزیزان که هم میتونین با ما در ارتباط باشین، هم میتونین که به ما انتقاد کنین، پیشنهاد کنین و سوال و هر پیامی که دارین میتونین با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی ما و شما هست و با ما در ارتباط باشین. امروز دکتر رضایی کارشناس برنامه ما هستن. سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما همکار گرامی و همینطور همه بینندگان محترم این برنامه. آرزومندی هستم که انشاءالله در لحظات و ساعات و ایام خوب و خوشی به سر ببرند و آنچه که از خدا میخوایم در همین اول برنامه که آنچه که میگوییم خدا اول توفیق عمل کردن و باور کردن به او بده و بعد انشاءالله اینکه اگر هم عمل کردیم عمل مفید و موثری باشه، یعنی چه بسا ممکن است که عملی از ما سر بزنه که ظاهر زیبا داره ولی نتیجه و پیامد او زیبا و خوشایند است. خدا انشاءالله این توفیق رو بده که بدانیم و آنچه که میدانیم عمل بکنیم و عمل ما مرضی رضای خداوند تبارک و تعالی باشه. بسیار عالی، تشکر میکنیم از دکتر رضایی و شما عزیزان بیننده. اما ما موضوع برنامه ما چی بود؟ روزهای پنجشنبه ما یک موضوع بسیار مهم را آغاز کردیم و یک مهارت بسیار بزرگ را، بله گفتیم، مهارت انتقاد پذیری. انتقاد پذیری هم یک هنر است، انتقاد کردن هم یک هنر است. ما هر دوی این هنر و مهارت را به حال در برنامه های مختلف بررسی کردیم و امروز هم میخواییم با شما عزیزان گفتگو کنیم. به هر حال انسان ها در مسیر زندگی خودشان مشکلات دارن و دچار اشتباهات میشن و چقدر خوب است که ما برای که بتانیم پیشرفت کنیم، برای که بتانیم موفق باشیم، اشتباهات بیایم در نظر بگیریم و برای خود ما معلوم کنیم و اون هم از طریق چی است؟ از طریق انتقاد پذیری هست. به هر حال امروز میخواییم بازم در این مورد صحبت و گفتگو کنیم. اما نیفهم چرا بسیاری از ما دوست نداریم مورد انتقاد قرار بگیریم. شما چطور؟ دوست دارین؟ خوش دارین که مورد انتقاد قرار بگیرین؟ خب میبینیم و بررسی میکنیم که چرا انسان ها دوست ندارن که مورد انتقاد قرار بگیرن. خانم رضایی، چرا دوست نداریم ما مورد انتقاد قرار بگیریم؟ دلایل مختلف و متعددی داره که انشالله متناسب با وقت برنامه و همینطور متناسب با حوصله عزیزان و سعی میکنم به چند تا دلیل عمده و اصلی رو اشاره کنم در برنامه. اولین و مهمترین، حالا در اصل طبقه بندیش، ایست که ما انسان ها ذاتاً یک ویژگی خودخواهی و حب به نفس و خودپسندی داریم. درستم. یعنی خودمان را دوست داریم. حالا این خود دوست داشتن و دوست داشتن خود در قریب به اتفاق آدم ها حالت افراطی پیدا میکنه و تبدیل به یک خودپسندی و به نحوی میشود که به اصطلاح ما در روانشناسی یک اختلالی داریم که بهش میگیم خودشیفتگی. یعنی اون اختلال به عبارتی مربوط بود دست از آدم هاست که او آدم ها خود را خیلی بالاتر از دیگران میبینند، یعنی از یک حد حدود بالاتر و خود را بیشتر، یعنی خیلی بیش از حد خود خوب میبینند و خود دوست دارن و نسبت به هر گونه ایراد و نقص و اشکالی در مورد خودشان یک باستاب منفی نشون میدن. به سبب میگیم که فلانی خودشیفته است، یعنی کسی میگه که من هیچ عیب ندارم. احسن باش. خب در حالی که انسان های قسمی نیست، انسان به ما هو انسان دچار اشکال است، یعنی خود انسان قریب اتفاق ما وقتی که بحث از انسانیت میکنیم، یعنی موجودی که ساحت وجود او ترکیبی است از ضعف ها و قوت ها، توانایی ها و نکات منفی. خب پس اولین و مهمترین دلیل، دلیلی که خوشمون نمیآید از ما انتقاد کنیم، چون ما اصولا خودمان دوست داریم و خودمان را معمولا، حالا او بحث خودشیفتگی که گفتم افراط در اوست که تبدیل به یک اختلال روانی میشه. یعنی آدم خودشیفته آدمایی هستن که نیاز به درمان دارن، باید مداوا بشن. ولی این حب به نفس خود دوست داشتن و خودپسندی اولین دلیلی است که من چون خودم دوست دارم خوشم نمیاد کسی به من اعتراض کنه و من انتقاد کنه، به اصطلاح بخواهد که بگه که من اون احساسی که در مورد خودم دارم که خب من آدم خوبی
هستم، ما آدم باهوشی هستم، ما آدم دقیقی هستم، ما آدم مطلوبی هستم، مورد قبول، حالا مثلا ویژگی های خوبی دارم. درست. حالا اگر کسی میاد به من انتقاد میکنه که او ویژگی هایی رو که فرمودی شما گفتیم که چه کسایی میتوانن انتقاد بله. کنن یا انتقاد کنن چه خصلت هایی باید داشته باشه، حتی اگر چنانچه او خصلت ها رعایت بشه، او شش تا خصلت رو که ما جلسه قبل در مورد انتقاد کننده و کسی که قابلیت رو داره و توان رو داره که میتونه انتقاد کنه گفتیم، حتی اگر اونها صدق بکنه، این یک آدمی با همه ویژگی های انتقاد کننده بیاید به انسان وارد بشه و به او بگوید که فلانی تو فلان نقص رو داری، در فلان جا کار اشتباهی کردی، یا تو فلان ویژگی رو که برخلاف تصور خودت نداری، این با او حب به نفس ما و به عبارتی خودپسندی ما و دوست داشتنی که من از خودم دارم و بعد بر اساس او دوست داشتن خودم را بدون اشکال، بدون ایراد و بدون نقص پنداشتم و تصور میکنم تضاد داره. لحاظا به دلیل این تضادی که ایجاد میشه به اصطلاح یک تعارضی در من وجود میاد، یک تنشی، یک اضطرابی، یک به عبارتی نگرانی که به اصطلاح احساس میکنم که او حالت آرامش و تعادلی که ما در یک سری نظریات روانشناسی داریم میگیم انسان ها ذاتاً به دنبال تعادلن، دنبال یک آرامش نسبی هستن. بله. و اگر کسی میای به من میگه که او تصوری که تو خود از خودت داشتی اشتباهه، برخلاف او چیزی که فکر میکنی تو آدم چی نیستی، درست. فلان ایراد و فلان اشکال داره، و به او خودپسندی و خوب حب به نفس و حتی اگر افراط کنیم به او خودشیفتگی ما آسیب میزنه، و این اختلال به عبارتی ضربه وارد کردن به او حب به نفسی که من دارم، خودپسندی که خودم دارم، باعث میشه که من دچار اضطراب بشم، ناراحت بشم، خشمگین بشم، به عبارتی غضب بر من مستولی بشه، من خوشم نمیاد بگم نه، اصلا همون اول به محضی که طرف مقابل من شروع میکنه به گپ زدن، من اول میگم نه بس کن، نه اصلا مثلا قبول ندارم، من گپ شما را اصلا نمیپذیرم، و بعد باز ممکن است که واکنش های تندتر و خشنتر و انواع و اقسام بشه، یا لفظی باشه یا مثلا به صورت واکنش بلیم. بسیار عکس العمل بسیار خراب بته، جای خود بخیزه یا خودش قاهم بشه بته. خان رضایی، این مربوط میشه به کسایی که دچار اختلالاتش خودشیفتگی هستن یا نه؟ او حد افراطش، او حد افراطش خودشیفتگی است، ولی او حب به نفس هممون داریم، ما همه خودمان خودمان رو دوست داریم. خب بستگی داره که چه قسم نقد شویم. ببینید این خوبه، خود به عبارتی دوست داشتن خود به عبارتی ذاتن چیز بدی نیست، خب، ولی لوازم و به عبارتی میشود گفت که ابعاد دیگری هم داره که ابعاد اگر به شکل درست و صحیح هدایت نشون، ما داریم میگیم که فرض بگیریم که جزء سرشت و غرایز مثلا ویژگی های ذاتی ماست، اینها رو باید ما در مسیر عقل و مسیر حکمت و مسیر شریعت به عبارتی قرار بدیم، در اون چارچوب گاهی وقتا اینا رو هدایت کنیم، اگر زیاد داره میشه کنترلش کنیم، لذا جزء ویژگی های ذاتی ماست، ما خودمان رو دوست داریم و این خودمان رو دوست داشتن باعث میشه که احتراز کنیم از چیزهایی که ما رو ممکن است به تباهی بکشاند، به خاطری که خودمان رو دوست داریم از چیزهایی که برای ما خطرناک است احتراز میکنیم، به خاطری که خودمان رو دوست داریم به سمت چیزهایی که احساس میکنیم ما رو رشد میده، باعث پیشرفت ما میشه، روی میاریم. این پس ذاتاً چیز بدی نیست، ولی اگر همونطور که خدمت شما عرض کردم، اگر در چهارچوب عقل، در چهارچوب قانون و در چهارچوب شریعت و منطق وحیانی و به عبارتی الهی قرار نگیره، این خودپسندی اگر رفت به سمت افراد باعث میشه که ما نپسندیم و دوست نداشته باشیم که با وجود ای که اشکالی داریم کسی اشکال ما رو به ما به عبارتی گوشزد بکنه و ما بگه فلانی تو فلان ایراد رو داری. در سوره مبارکه بقره آیه 26 در قرآن اشاره بسیار زیبایی شده، میفرماید و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. میگه زمانی که به اونا گفته میشه تقوا الهی پیشه کنید، به سمت مثلا تقوا میدونید که عمل کردن معنای ابتدایی و واجب به عبارت چیه، عمل کردن به واجبات و ترک محرماته، به اونا گفته میشه فلان کار رو مثلا داری به سمت منکر خدا پیش میری، نرو، داری از سمت واجب خدا و به عبارتی فریضه الهی دور میشی، برو به سمت او. و اذا قیل له اتق الله، اگر به اونها گفته میشود که به سمت تقوا الهی پیشه کنید، اخذت هل عزت بالاسم، یک غرور آمیخته با گناه، غروری که احساس خود، همون خودپسندی افراطی، خودشیفتگی به اصطلاح در حد او رو اونها رو میگیره، من تو به من میگی، من خودم میدونم، من خودم بهتر میفهمم که به کدوم سمت برم، چیکار بکنم چیکار نکنم، به اصطلاح تو به اصطلاح حالا برای من مثلا گاهی وقتا اصطلاح هایانه تو معلمه من شدی، به من درس میدی. بعد ادامه آیه میفرماید فحسبه جهنم، برای آدمایی که این قسم هستن نمیخوان بپذیرن
جهنم بهترین فحص و جهنم جهنم و لبه اصل مهاد و چه جایگاه بدی است و چه به عبارتی بازگشت ناخوشایندی است برای کسایی که این قسم تفکر میکنن. پس مورد اول چرا دوست نداریم از ما انتقاد کنن؟ به خاطر اینکه ما یک البته گفتیم در حد زیاده رویش وگرنه اساسا جزء ویژگی‌های ذاتی ماست و خود خود چیز بدی نیست خانزوری که توضیح خدمت شما. بله. پس اولین دلیلش خودپسندی زیاد ماست، افراطی، خودپسندی افراطی ماست. دلیل دوم او چیزی است که در قرآن تحت عنوان غفلت، ناآگاهی و شاید بشود گفت که جهالت نسبت به ذات خودمان وجود دارد. بله، این غافل بودن، غافل بودن و غفلت بودن. در سوره مبارکه اعراف آیه 179 خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که ولقد زرعنا لجهنم لكثير من الجن والانس. ما جهنم رو جایگاهی قرار دادیم برای عده زیادی از جن و انس. خب بعد دلیلش چرا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ببینید در قرآن گفتیم شما جهنم را به عده به عبارت یه عده قطعا و 100% به جهنم خواهند رفت. بعد دلیلش توضیح میده، میگه چرا؟ میگه ما به اونها قلب داده بودیم برای که بیندیشن، تفقه کنن، ولی لا یفقهون بها، تفقه نمی کردن، دقت نمی کردن. درست. با به عبارتی با یک دقت نظر و با یک عمق ظرافتی وارد مسائل نمی شدن. لهم اعیانون، ما چشم داشتن ولی لا یبصرون بها، بصیرت نداشتن، با آگاهی، با دقت کامل. مثلا من خودم دوست دارم، درسته که من، ولی این خودپسندیم نباید به یه حدی برسه که وقتی کسی به من گفت بعد منکر این باشم که بله مثلا فرض کنید من این ویژگی مون و حالا که او حب به نفس من باعث میشه به جلوی حقیقت رو ببینم بگیره، حب به نفس به عبارت خودپسندیم. لهم عیون لا یبصرون بها، چشم داشتن ولی درست نمیدیدن، و آذان لا یسمعون بها، گوش داشتن ولی درست نمیشنیدن. حالا ببینید بدبختی، انتهای بدبختی میفرماید اولائک کالانعام بل هم اضل. یعنی این دست، این قسم از آدم ها متاسفانه انسانیتشان هم زیر سوال میروند. میگه اونها مثل چارپایان بلکه گمراه تر و پستر و به عبارت بی ارزش تر. چرا؟ به خاطر که اولائک هم الغافلون، بخاطر که غفلت میکنن. این معنیش در انتقاد ناپذیری یا عدم پذیرش انتقاد چیست؟ ببینید من نسبت به این بعد از وجود خودم که انسانی هستم محدود، من واقعا از این فرار میکنم و نمیخوام بپذیرم که هر انسانی در همه ابعاد امکان نداره که کامل باشه. دقیقا. حتی در تبلور او دسته از انسانهایی که محبوب الهی هن، فرستاده خدان، در مورد انبیاء الهی ما میبینیم که در وجود هر پیامبر یک ویژگی تبلور بیشتری داره و یک سری ویژگی ها ممکنه دچار یک سری کاستی ها باشن. ما اون ویژگی که در مورد حضرت موسی مثلا در داستان‌های قرآنی و حتی در روایاتی که از حضرت موسی به ما رسیده یک ویژگی بسیار درخشان و پررنگتری در خصلت‌ها و در ویژگی‌های شخصیتی حضرت موسی داریم که اون ویژگی رو در حضرت عیسی نداریم. دقیقاً. یک خصلتی در مورد حضرت سلیمان در قرآن ذکر شده که اون خصلت برای حضرت یعقوب نیامده. خب خانم رضایی یک میان برنامه ببینن عزیزان ما و بعد از ادامه صحبت ها، هرچند که تمایل داشتم که ما هنوز هم صحبت ها را بشنویم، چرا که به واقعیت به جاهای بسیار خوب و حساسی از صحبت‌های ما رسیده بودیم، اما ناگزیر هستیم و میان برنامه تقدیم عزیزان میکنیم. تو از راه میرسی درست هنگامی که دود ستمها جهان را سیاه و چرکین کرده باشد. تو از راه میرسی درست هنگامی که قبیله قبله قلبهای خیش را بر کف دست نهاده پیشکش راه تو کنند. تو از راه میرسی درست هنگامی که دنیا دستش را به سوی آمدن تو دراز کرده باشد. آه اگر می دانستم کجایی، خیشتن خیش را بردای سبز آسمانیت می آویختم. از دیده سرشک شادی می ریختم و به هیچ روی دامنت را از دست نمی نهادم. آری ای مولا،
آری ای مولا، اگر یک بار، تنها یک بار تو را ببینم، از شادمانی بال در می آورم، پرواز می کنم و در هر فرصتی با خدای یگانه راز و نیاز می کنم تا مرا شایسته آن گرداند که همواره از فیض حضور و وجود مقدس تو سرشار باشم. ای مهربانی که آفتاب در مقابلت زانو خواهد زد و ماه در پیشگاهت و سجده خواهد افتاد، ای راز خلقت، همه منتظرانت یاد تو را در قاب کهنه انتظار نگه می دارند و لحظه های خود را به ای کاش ای کاش سپری می کنند تا به جمعه وصالت برسند. العجل 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 یا صاحب الزمان. خب تشکر از همراهی شما عزیزان، امیدوار هستیم که با ما هم اکنون در ارتباط باشین و به هر حال خانم دکتر رضایی میتونن پاسخگوی سوالات یک یک شما عزیزان باشه در رابطه با این که به هر حال چرا ما دوست نداریم که مورد انتقاد قرار بگیریم صحبت کردیم و خانم رضایی عزیز هم در رابطه با غفلت صحبت کردن. امیدوار هستیم که در غفلت نباشیم و پرده های غفلت را از جلوی چشم و بصیرت خودمو دور کنیم و با یک قلب و دل روشن زندگی خودمو را آغاز کنیم. خب خانم رضایی، داشتین صحبت میکردیم و ما ناگزیر میان برنامه تقدیم عزیزان کردیم، میشنویم ادامه صحبت ها. بله خواهش میکنم. در دومین دلیلی که چرا عموما انسان ها از انتقاد کردن گریزان هستند و چرا ما به اصطلاح ذاتا پرهیز داریم از انتقاد پذیری، به خاطر است که اشاره که شد بر اساس استنادی که با قرآن میفرمایند، وقتی که خدا توصیف میکند که میفرمایند ما به اینا قلب دادیم ولی اینا با قلبشان نمیان، تفقه نمیکنن، ما به اینا چشم دادیم ولی اینا بصیرت ندارن، ما به اینها گوش دادیم و کثیر من الجن و الانس، بر اساس استنادهای قرآن بسیاری از جن و انس خصلت ها رو دارن، ما به اینا گوش دادیم ولی اینا نمیشنون. بعد توصیف که میکنه میگه اولاکه هم الغافلون، دلیلی رفتار اینها، دلیلی که گوش ندارن برای شنیدن حرف حق، ولو که تزر طرف مقابل اونها از روی حکمت، از روی صداقت و از روی مهربانی به اونها تذکر میده ولی نمیشنون. واضح و روشن پدیده های واضحی در جلوی چشمای اونها هست برای عبرت گرفتن، برای اصلاح کردن رفتار، ولی نمیبینند. دلایل منطقی و روشنی، یعنی رابطه علت و معلولی واضح در نظام هستی هست که اگر اینها کمی اندیشه بکنن میدونن که دلیل عاقبتی که سر اونها اومده، این اتفاق بدی که برش افتاده فلان رفتار او بوده. اگر کمی بیاندیشد، اگر کمی تفقه بکنه و اندیشه بکنه، میدونه که دو تا با هم رابطه دارن و او رفتار ناخوشایند و نادرست است، ولی در قرآن میفهمه نه، اینم نمیکنه. لذا دلیل اصلی غفلت است، چون غافلیم از این که ما به عنوان انسان یک موجودی هستم که اصلا توان او رو ندارم، خانم ظهوری، که به همه چیز برسم، توانی رو ندارم، اصلا ظرفیتی رو ندارم که همه چیز بدانم، قدرتی رو ندارم که همه ویژگی های مثبت در وجود و وجود خودم جمع بکنم. چرا؟ ما به خاطر که موجود محدودی هستیم. بله. هر کدوم ما متناسب با اون میزان به عبارتی نعمت حیاتی که خدا به ما داده، با توجه به اون ویژگی های ژنتیکی، توانایی های ارثی که باز از پدر مادر به ارث رسیده، یک میزانی از قدرت برای رسیدن به یک سری ویژگی هایی رو داره. و از او گذشته ما انسان ها ذاتاً از ابتدای خلقت تا حالا اینو به عینت به عبارتی تجربه کردیم که ما میگیم انسان مدنی و طبع است، اجتماعی مسلک است. چرا؟ به خاطر همین ذاتش، چون هیچ انسانی توانی رو نداره که همه نیازهای خودش رو برطرف کنه، ما نیازمندیم. خود این نیاز اجتماعی زندگی کردن واضح و روشن به انسان میگه پس تو به جهت اینکه نیاز به دیگری داری، یعنی در زمینه‌های قطعاً ضعف داری. درستن. اگر خودت کامل نبودی هر کسی برای خودش زندگی می‌کرد، دیگه نیاز نداشتی. بله. به دلیل یکی از دلایلی که تو نیاز به اجتماع و زندگی همزیستی داری به خاطر اینکه دیگرانی باید باشن که تو توسط دیگران، به واسطه دیگران و به خاطر وجود دیگران او کاستی او ضعفایت برطرف کنی. پس دلیل دوم این که ما معمولا نمیخواهیم بپذیریم
چون گفتیم که انتقاد کننده از روی صداقت، از سر دوستی و از روی عبارتی آگاهی و از طرفی تجربه و دقت و مهارت و علمی که داره میه به من میگه که فلان قسمت کارت اشکال داشت یا فلان رفتار تو. خب پس این چرا نمیخوام بپذیرم؟ به خاطری که از خودم غافل شدم. من نمیدونم که من به عنوان انسان این ویژگی‌ها رو دارم. و نکته سوم که بسیار بسیار مورد توجه هست، از خودشناسی هم امکان داره که سرش تغییر آگاهی نداریم. بله، عدم آگاهی. مثلا یک نفر هست که خودش رو نمیشناسه، خودشناسی نداره. بله، بله، بله. و ما بسیار وقتا در برنامه های خودمون مثلا همیشه ذکر کردیم، گفتیم که یکی از اولین مثلا بیشتر مراحل که انسان بخواد مثلا به سمت موفقیت و کمال پیش بره اینه که خودشناسی داشته باشه. اگر خودشناسی داشته باشیم، خودمون رو بشناسیم، به هر حال کمی از این قفلت ها دور میشه. مثلا توانایی های خود ما را، استعداد های خود ما را. به هر حال هر انسان یک تفاوت های فردی داره، یک مهارت هایی داره، یک رفتار هایی داره که اونها را اگر بشناسه بله، میتونه یک قدم پیش بره و از اون قفلت خودش را دور کنه. بله، درست. خب ما حالا انشالله باز خواهیم گفت که چه کنیم که انتقاد پذیر باشیم. یکی از راهکارهاییست که برای این راهکارها خیلی اهمیت داره. بله، کاملا هم با شماست. سومین دلیل که به نظر من، البته همه دلایل دلایل مهمی هستن، خدمت دوستان گفتم ممکنه که دلایل متفاوت باشه، ولی اون چیزی که با توجه به تمایل مخاطب و توجه به عبارتی به وقتی که ما در برنامه داریم انتخاب کردیم برای مسئله، بسی است که چرا انتقاد پذیر نیستیم. وقتی از من انتقاد میشه، انتقاد صحیح و سازنده و مؤثر و درست، یعنی به من گفته میشود که این روالی که تو میروی اشتباهه، نیاز به برگشت به عقب داره، نیاز به بررسی کردن داره، نیاز به تفکر داره و تفکر نیاز به برنامه‌ریزی مجدد. اصولا انتقاد اولین چیزی رو که به اصطلاح مواجه میشه انسانی که انتقاد رو میپذیره اینه که وقتی طرف میگوید و بعد بشنوه و بعد اون چیزی رو که شنید باید تجزیه تحلیل کنه، باید بیاندیشد، فکر کنه. یک مرور کنه. بله. که ببینه من چگونه مثلا زندگی کردم. بعد از اینکه فکر کرد، اصلا برشون بعد از اینکه فکر کرد و به نتیجه رسید، حالا باید اقدام کنه، برنامه‌ریزی کنه، از یعنی مراد داشته باشه، از نو شروع کنه. خب همه اینا یعنی چی؟ یعنی که تلاش. چرا انتقاد پذیر نیستیم؟ چون تنبلی. آه دیگه بو میگه اینا حالا ما از سر بگیرم شروع کنم و باز دوباره قدر برنامه ریزی هایی که کده ایم و نیفا میقدر اصلا من این مسیر رفتم سال هاست که کارو میکنم اینا حالا پس از سر بیار شروع کنم. خب سخت هست. دلیل سوم برجسته ای که چرا ما انتقاد پذیر نیستیم، چون تنبلیم. به خاطر چی؟ به خاطری که تاکید میکنم به همه بینندگان محترم، اگر انتقاد سازنده و درست و صحیح باشه، حالا خیلی از موارد ممکن است انتقاد درست نباشه، ولی اگر انتقاد صحیح و سازنده اتفاق بیفته و من نمیپذیرم، چرا؟ به خاطری که او آدم از روی خیرخواهی با دقت و با علم و آگاهی با نهایت احترام با بهترین شیوه آمده به من میگه که فلان رفتار تو، فلان حرکت تو، فلان عقیده تو، حتی فلان چیزی که تو به او باور داری اشکال داره، اشتباهه. خب اول ببینید، صرف تفکر اولین گزینه. ببینید گفتم که وقتی که من مواجه با انتقاد میشم، اولین بله، چیزی که باید به عبارتی وارد او گود باشم، تفکر کردن و تعمق کردن در بسوس. و تفکر کردن بسیار 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 کار سختی است خانم زهری. اونقدر که تفکر به عبارتی ارزشمند و در این حال میشود گفت که سخت به دست میاد و هر کسی توانی رو نداره. ما در روایات دینی خودمون داریم که یک ساعت تفکر کردن از 70 سال یا عبادت. 70 ساعت عبادت کردن بهتر. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم چیز ساده ای نیست. تفکر مراحلی داره و نکته مهمی است که همونطور که قبلا اشاره کردم دوباره تاکید میکنم، وقتی که من در مورد یک موضوع فکر کنم بر اساس توانایی عقل و اندیشه ای که خدا به من داده، ما یک عقل درون داریم، همون توان علمی است، و بر اساس آن چیزی که ببینید، چون نصیحت کننده و انتقاد کننده ایم، کاملا بر اساس یک اسلوبی، بر اساس یک دلایلی او رو مواجه میکنم، تفکر میکنم، یا با پیغمبر بیرون، با او به عبارتی اصول و احکام و قواعد و قوانینی که پیامبر بیرونی ما، هر کسی در زمانی که زندگی میکنه، حالا ما در زمانه و بر اساس التزامی که به دین مقدس اسلام داریم، یا این به عبارتی با اصول و قوانین و ارزش‌ها و احکام دینی، یعنی پیامبر بیرون مرا حکم میکنه به اینکه این حرف درسته و تو اشتباه میکردی، یا پیامبر درون ما میگه. یعنی اگر بحث دینی نباشه، بحثای شخصیتی باشه، بحثای رفتار اجتماعی باشه، پیامبر هم چون خدا به همه ما عقل داده، بله، و بر اساس همون عقل است که مکلف میشیم، بر اساس همون عقل است که بازخواست میشیم، پس باید تفکر باشه. اصلا و این سخته.
وقتی که من یا بر اساس به عبارتی به التزامات پیامبر بیرون یا بر اساس به عبارتی نقدی که پیامبر در اون و آگاهی که پیامبر در اون میده پذیرفتم که اشتباه کردم، تازه میشود اولا همین اصله، اصلا همین که بپذیرم پذیرفتن فکر کنم و بپذیرم بسیار سخت است. بعدی که پذیرفتم چه اتفاقی میفته؟ خب باید از نو بسازیم، انقلاب ایجاد کنیم، از این تغییر ایجاد کنیم، امنی که برای خود ما درست کردیم از بیاییم بیرون، بیاییم دچار یک تزلزل میشیم. مثلا ببینید بنیاد انگار از نو ساختن طرحی براندازی میست. خب این خیلی سخته و خیلی سنگینه و یک حرکت به اصطلاح بسیار تحول انگیزه، منتها تلاش بسیار زیاد میخواد. خانم رضایی، معمولا انسان ها از همون دوران کودکی آموزش ندیدن که تفکر کنن. بله. ما مثلا آموزش دیدن نشده که مثلا بگوییم که فکر کنیم، تفکر کنین، پیدا کنین، برای خودتان مسیر انتخاب کنین، راه پیدا کنین، نسبت به شخصیت خودتان تفکر کنین، نسبت به رفتارات و این تفکر کردن اگر از ما در همون کودکی تقویت پیدا کنه، وقتی در بزرگسالی مورد انتقاد قرار میگیریم هم بازم تفکر میکنیم. بله دقیقاً، اصلا نگران اون نیستیم، یعنی پس نمیزنیم، با کمال با طیب خاطر میپذیریم. اصلا بفرمایید معصوم علیه السلام که میفرماید بهترین برادران من کسی است که عیوب من رو به من هدیه میدهد، با استقبال، اصلا استقبال میکنیم از منتقد، یعنی به اصطلاح بسیار خوشحال میشیم از اینکه کسی مرا به نقد، یعنی زحمت بکشه در مورد رفتارهای من فکر کنه، اون رفتارهایی که برای خودم ممکنه که پنهان بوده باشه. من خودم به خاطر همون حب به نفس و به خاطر به عبارتی میشود گفت که نه، یک سری ویژگی هایی که دارم که خودم گاهی وقتا غفلت میکنم از وجود خودم، یه کسی از روی خیرخواهی، از روی محبت و از روی صداقت لطف در حق ما بکنه، بیاد به ما بگه فلانی تو ایرادها رو داری، این موهبتی الهی است که خدا به من، من میرم میپذیرم با کمال. چرا؟ چون عادت کردم به این که فکر کنم و این سختی رو به جان خریدم. ولی خب فکر نکردن بسیار کار راحتی است. حالا خانم رضایی، من یک قسمتی رو بخاطری که شما کمک به هر حال صحبت میکنن ماندن نشین، یک چیزی رو بگویم. میگفتن یک زن و شوهر جنگ میکردن، دعوا میکردن، باز دمود جنگ و دعوا قسم میشد که یکی دیگه تمام عیوب یکی دیگه خود گفته میرفتن. میگو یک کلمه تو بگویید تمام عیب های بر حال از اون مرد یا از اون زن به میان میه و گفته میشه. گاهی وقتها ارتخاط کردن و عیب ها به این طریق امکان پذیر است که البته بدترین شکل میتونه باشه. یه حالت انتقامی داره، یعنی تا زمانی که طرف احساس کنه که قصد تخریب داره و دیگری میخواد تخراب بکنه اوره، بعدی تمام توان خودش و همه قوای خودش رو به کار میبره که مقابله رو نسل کنه. انتقام بگیره، انتقام خیلی سخت‌تر. یعنی این منظوری نیست که در این قسمت تفکر نیست. بله. در این قسمت تفکر جای نداره. بله. چرا که تمام چیزهایی که در طول سال یا در طول یک ماه به صورت عقده جمع شده به اون طریق مثلا فوران میکنه و گفته میشه، خشم پرخاشگری و این قسمت خوشونه. تفکر در اونجا یک معنای دیگه نداره. بله کاملا درسته. پس یک بار دیگه جمع‌بندی بکنیم، سومین و مهمترین عاملی که به اصطلاح باعث میشود که من از انتقاد کردن گریزان باشم به خاطری که عادت کردیم به اینکه در سایه امن بشینیم. ما اصولا تقوای به اصطلاح گریز داریم، یا نهایتا خیلی که تیر باشیم فرار میکنیم، میگیم خب ای که بشینیم، بشنویم، بپذیریم و بر اساس پذیرش تلاش کنیم برای تغییر، برای تحول و برای اصلاح بسیار کار سختی است و چون این زحمت داره. بله. و سنگینه، ما معمولا یعنی از همون اول در رو میبندیم، اجازه باز کردن این در به عبارتی ذهن روشن و همون اشاراتی که در قرآن شده، چشم بینا، قلب مثلا پذیرنده و گوش شنوا رو جلوی او رو میبندیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر ببینیم و فکر کنیم و بیاندیشیم و بشنویم، خب باید حتما یک تغییری در خودمون ایجاد کنیم. و این تغییر یعنی تلاش و این تلاش دقیقا متضاد با تنبلی است. خب ساده تر میگه که در خب ما برنامه هم باید بریم خانم. بله فقط این جمله رو که در به عبارتی عرف عامیانه گفته میشود که میگه که یک نه به هزار آسانی، یک ها که بگی به اصطلاح خودمون میگه ولایش درمانی. دلست. اگر بگی ها یعنی حرف تو درست است، خب پس از او باید یک عالمه اقدام انجام بدی. ولی از همون اول میگی نه، نمیخوام، نمیشنوم، گوش نمیکنم، یا ببخشید به او چیزی که الان بین جوانای ما بیشتر به عبارتی شایع است، میگه اصلا به تو چه ربطی داره. خلاص، یک کلام و تمام. تشکر. بله، میان برنامه هست تقدیم شما عزیزان و همچنان با برنامه ما و گفتگوی دکتر رضایی همراه و همگام باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. کی یار سفر کرده ما از سفر آین، بعد از شب دیجور محبان سحر آین، از باب صفا قبله ما
کی بدر آید، بی بال و پران را پر و بالی دیگر آید. کی پرده گشاید زرخان روی گشاده، کز رخ کند از اسب 200 شاه پیاده. آقا جان ای گم شده مردم عالم به کجایی؟ کی از مه رخساره خود پرده گشایی؟ هر جمعه همه چشم براهیم بیایی. یک پرتو از آن 14 لمعه نیامد، بیش از 10 قرن شدم جمعه نیامد. عشق ابدی و ازلی با تو بیاید یا صاحب الزمان، عشق ابدی و ازلی با تو بیاید. شادی ز جهان رفته ولی با تو بیاید، آرامش بین المللی با تو بیاید. ای عدل علی، عدل علی با تو بیاید. عمریست که در بوته عشقت به گدازی، هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازی. هر کوچه و هر خانه ای از عطر چو باغیست، در سینه هر اهل دل و دل شده داغیست. آویخته بر سر در هر خانه چراغی است، بر هر لبی از موعد و موعود سراغی است. از شوق همه رو به سوی میکده دارند، یاری ز سفر سوی وطن آمده دارند. که یار سفر کرده ما از سفر آید، بعد از شب دیجور محبان سحر آید. از باب صفا قبله ما کی بدر آید، بی بال و پران را پر و بالی دگر آید. کی پرده گشاید زرخان روی گشاده، کز رخ کند از اسب 200 شاه پیاده. ای عطر بهشت از رخ تو، ای گل نرگس، ای روشنی محفل و ای رونق مجلس. ای راز غمت درس مدرس به مدارس، جستو به زمان نیست کسی مصلح و صاحب. یا مهدی ابن عسکری، ای حاضر غایب. تو در پی خود قافله در قافله داری، در سلسله زلف 200 سلسله داری. با آن که خود از منتظرانت گله داری، سوگند به آن عشق که در نافله داری. با یک نگه خود مس ما را تو طلا کن، آن چشم که روی تو ببیند تو عطا کن. ای گم شده مردم عالم به کجایی؟ کی از مه رخساره خود پرده گشایی؟ ما ریزه خوریم و تو ولی نعمت مایی. هر جمعه همه چشم براهیم بیایی. یک پرتو از آن 14 لمعه نیامد، بیش از 10 قرن شدن جمعه نیامد. بشکسته ببین سنگ گنه بال و پر از ما، کس نیست در این قافله وامانده تر از ما. ما بی خبریم از تو و تو با خبر از ما. ما منتظر و خون دلت ای منتظر از ما. ما شب زده ایم و تو همان صبح سپیدی، تنها تو پناهی، تو نویدی، تو امیدی. عشق ازلی و ابدی با تو بیاید، شادی ز جهان رفته ولی با تو بیاید، آرامش بین المللی با تو بیاید. ای عدل علی، عدل علی با تو بیاید. عمریست که در بوته عشقت به گدازیم، هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم. هرچند که ما بهره‌ور از فیض حضوریم، داریم حضور تو و مشتاق ظهوریم. نزدیک تو
تو بر ما یماییم که دوریم، با دیده آلوده چه بینیم که کوریم، در کوه و بیابان زچرو در بدری تو، هم منتظر مایی و هم منتظری تو. اللهم عجل لوليك الفرج. خب تشکر از عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودن با برنامه روشنا. شما عزیزان با موضوع مهارت‌های انتقادپذیری همراه و همگام هستین. هم دکتر رضایی کارشناس برنامه امروز ما هستن و ادامه صحبت‌ها و گفتگوها را همراهشان داریم. خب خانم رضایی، حالا که گفتیم چرا ما انتقاد دوست نداریم، حالا بیایم ببینیم که چه باید بکنیم. حالا چه راههایی هست که به هر حال ما انتقاد پذیر شویم و دوست داشته باشیم که مورد انتقاد قرار بگیریم؟ بله. خب ما به اصطلاح یک روال معکوسی رو پی میگیریم. ما سه تا دلیل رو آوردیم برای اینکه چرا انتقاد پذیر نیستیم. حالا از دلیل سوم برمیگردیم به دلیل اول که در مقابل اون دلیلی که ما انتقاد را نمیپذیریم، به اصطلاح نکته او اگر نکته منفی است، نکته مثبتش برای که انتقاد بپذیریم چیست؟ گفتیم ما تنبل هستیم چون سخت است. یعنی انتقاد پذیری استلزام الزام به این داره که حتما شما فکر کنی به حرف طرف مقابل. وقتی فکر کردی نیاز به این داره که تغییر بدی، و تغییر دادن نیاز به تلاش داره و تلاش زحمت داره، سخته. بله. چون دوست نداریم که سختی بکشیم، کار نمی‌کنیم. حالا برای اینکه انتقاد پذیر باشیم، باید تلاشگر باشیم. باید این رو بپذیریم که ما دائما از ابتدای زندگی تا پایان عمر در حال جهادیم. یعنی مفهوم مجاهدت رو باید به خودمون بقبولونیم. قرآن کریم میفرماید که لیس للانسان الا ما سعی. صاحب هیچی نخواهی شد، به هیچی نخواهی رسید، هیچ چیزی رو به دست نخواهی رسید، مگر اینکه لیس، اصلا هیچ چیزی برای تو نیست. الا ما سعی، مگر چیزی که واقعا برای زحمت کشیده باشی. لذا اولین چیزی که ما رو کمک میکنه برای انتقاد پذیر بودنمون این که بدانیم که ما آفریده نشدم که به یک گوشه بشینم. حتی گیاه، ببینید حتی کوچکترین گیاهان، مثلا اگر یک نگاه عبرت انگیز به جهان هستی، به همه پیرامون داشته باشیم، ببینیم گاهی وقتا در اوج سرمای زمستان به معنی که هوا یک ذره متعادل میشه، از زیر برف و از زیر گل یخزده یک دانه گیاه ظریف، یک برگای بعد نگاه کنید، او داره تلاش میکنه. تلاش میکنه او برای حرکت کردن، برای رشد کردن، با وجود همه موانع فیزیکی. چون در مورد گیاه دیگه شما تعقل و تفکر اینها که نداری، فقط رشد فیزیکال. ولی همون که ببینید گل سفت رو میدونید که در سختی سردی خود هوا روی به اصطلاح از گل سخت سر برآورده بر فرض، ولی به صرف او که مقداری مساعد شده زمینه، هوا مقداری گرم شده و او به خودش اجازه رو داده که سر در بیاره از زیر گیاه. یعنی داره تلاش میکنه. لذا برای که اگر کمال او گیاه به این سر برآوردن از خاک و سبز شدن و بالیدنه، کمال ما هم به این که نیست که تلاش کنیم برای که هر روز بیشتر از دیروز به او به عبارتی معرفت حقیقی و به او خودشکوفایی و به او ترقی حقیقی که میخوایم برسیم. بله. پس این بدون تلاش کردن به دست نمیاد. درست. اولین گزینه ای که مرا انتقاد پذیر میکنه اینه که بپذیریم اینجا آمدم که دائما در حال تلاش کردن باشه. اینجا ببینید این خانه، این دنیا، همون روایت در روایت ما داریم که محل گذر است. گذرا به این نگاه کنیم، به مزرعه. مزرعه شما ببینید، اگر دنیا رو مزرعه فرض بکنیم، یک کشتمن، یک کشاورز در گوشه مزرعه نمیشینه خواندن کنه برای زمین شروع کنه به رشد کردن. بله. اول شروع میکنه به شخم زدن، بعد دقت میکنه گیاه مناسب، بذر خوب پیدا میکنه، این بذر میپاشه، بعد آبیاری میکنه، بعد دوباره اگه بذر سر زد دید که علفای هرز داره، او علفای هرز شروع میکنه به کندن، باز دوباره تمام اون مراقبت ها رو انجام میده تا در نهایت در فصل مناسب خود یک محصول از زمین بگیره، به دست میاره. بله. اگر این دنیا محل کشت و زرع است و مزرعه هستم که نعمت خدا که عمر رو میخوام رشد بدم، باید به همه این اصول باید تلاش کنم. تلاش کنم. زندگی خوردن خوابیدن نه، زندگی اگر... جاری شدن است. بله. بله. اگر کسی این لطف و این محبت رو به من کرد که به من گفت فلانی کشت تو فلان جاش اشکال داره، یا این زمین رو این قسم کاشتی، اگر این مدل بکاری محصول تو چند برابر میشه. چرا باید بعدم بیاد؟ شاید زحمت ما بیشتر باشه. ولی با استقبال کامل و طیب خاطر بپذیرم، قبول که زحمتم بیشه. اصلا ما اومدم که زحمت بکشم، به دنیا اومدم برای زحمت کشیدن. از همون لحظه اول در حال تلاش کردن. بله. از لحظه ای که پا به دنیا میذاریم با زحمت و تلاش وارد دنیا میشیم. مثلا خان زوری، پس اینو بپذیریم که من وظیفه‌ام، یکی از اصلی ترین اهدافم در زندگی تلاش کردنه. اگر انتقاد
مواجه می شود با این که من از تنبلی بیرون بکنم و به من به اصطلاح غیر مستقیم تلنگونی می زنم مبنی بر این که مسیری که رفتی کاری که کردی اشتباه و مستلزمی است که برگردی و دوباره زحمت بکشی و برنامه‌ریزی کنی با تایی به خاطر بپذیرم. اصلا نگران و به عبارتی نترسم از این که تلاش بکنم. به خصوص برای دست افرادی که پشت کار دارن، به دنبال پیشرفت هستن، به دنبال از هستن که بتونن موفق شون. این قسم افراد مسلماً برایشان سخت نیست، چون که اونا همیشه دائم در تلاش هستن. بله. به دنبال از هستن که بتونن پیشرفت کنن، به هر حال یک سری موضوعات جدید را به دست بیارن، کسب کنن، اطلاعات جدید و خودشون در حال تحقیق هستن. اون قسم افراد مسلماً اونا هیچگاه به خاطر تنبلی دیگه پس نمیکشن زندگی خودشان. دومین نکته ای که کمک میکنه به انتقاد پذیری که همون در مورد غفلت این که آگاه باشیم. حالا آگاهی طیف گسترده ایست، به چی آگاهی پیدا کنیم، به چی معرفت پیدا کنیم. میگن که یک مورد خاصی را از آگاهی را انگوش میذارم روش و بینندگان عزیز بزرگوار خود ما تاکید میکنم روی خیلی فکر کنن. اگر هیچ چیز دیگری، هیچ دلیل دیگری، مفاهیم معرفتی دیگری برای انتقاد پذیری در دنیا نباشه، آگاهی و معرفت به این که ما موقتیم در این دنیا، ما فانی هستیم، ما خواهیم رفت، ما به سوی مرگ می‌ریم، هر لحظه مرگ ما رو صدا می‌زنه. برای آدمی که در یک زمان خاص و در و معمولاً کوتاه است، چشم به هم زدنی عمر تمام میشه. اگر این معرفت رو در مقابل اون غفلتی که باعث میشه انتقاد ناپذیر باشیم، انتقاد رو پس بزنیم، یک معرفت ایجاد کنیم و اون معرفتی است که من برای مدت موقتی در این دنیا هستم، حالا انتقاد رو نه به چشم یک ضعف، نه به چشم یک به اصطلاح تأخیر و سرزنش، به عنوان یک تجربه ای که اون تجربه به من کمک میکنه بهتر از این زمان بهره مند باشم. یعنی آدم یک لحظه زندگی کنه ولی خوب زندگی کنه. اصلا تکنیکه. ببینید بچه‌هایی که دوستان عزیز ما، الان بینندگان و عزیز ما که یا الان جوانای ما که کنکور میخوان تجربه کنن، یا عزیزانی که کنکور تجربه کردن، ما در کورس‌ها و در کلاس‌های آموزشی کنکور میگن که به شما یاد میدیم که چگونه مثلا یک کتاب زودتر بخونید، یا چگونه مثلا وقتی مواجه شدید با سوالای امتحان سریع بدارین که کلید رو مثلا از سوال در بیارین. دارن چیکار میکنن؟ دارن تکنیک یاد میدن برای بهتر استفاده کردن. یکی از معرفت‌های خیلی خیلی جدی که کمک میکنه به انتقاد پذیری است که اگر کسی میآید به من یک اشکالی را میگه به دلیل اینکه من اونقدر زمان ندارم که خودم به نتیجه برسم، این لطف کرده، محبت کرده و از روی علم، آگاهی، صداقت و معرفت آمده به من تذکر داده، چون زمان موقت است، بهترین گزینه این است که اینو اجرا کنم و به بهترین نتیجه برسم. به جهت اینکه یکی از چیزهایی که ما به اون نسبت به او بی‌توجهیم و ناآگاهیم است که ما زمانمون خیلی کوتاهه. برای استفاده کردن به این از زمان موقت باید در پی تکنیک ها باشیم. این تکنیک ها به دلیلی که خودم نسبت به خودم آگاهی ندارم، خیلی وقتا دیگری بهتر از من این تکنیک ها. و از همه مهمتر گفتیم که کسی که یک از ویژگی های منحصر به فردی که انتقاد کننده باید داشته باشه که خودش عامل باشه. این آدم بر مبنای تجربه ش اومده به من میگه چرا من باید همون مسیر خودم برم؟ چرا تجربه عمل نکنم؟ اون مسیر رفته، سنگ و سفالای دنیا به اصطلاح عامیان خودمون به سرش خورده و بر اساس آگاهی داره به من میگه فلانی این مسیر رو نرو. چرا نباید استفاده کنم؟ تمرین کردن، اگه من قرار باشه خودم برم تا اوجا برسم، یک زمان قابل توجهی از دستم میره. پس آگاهی و معرفت پیدا کردن نسبت به اینکه دنیا محل گذره، دنیا موقته و زندگی ما کوتاه است. و نکته سوم که اولین گزینه بودی که خودشیفتگی، خودشیفتگی ما حب به نفس ما رو گفتیم ذاتی است. این حب به نفس ره، حب به نفس باعث میشود که چون خودم دوست دارم نمیخوام بپذیرم، به یک نحوی کنترل کنیم به این قسم که چی؟ که خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرمود و ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. ما انتقاد پذیر خواهیم بود زمانی که انتقاد را نه وسیله ای برای ضعف، برای علنی کردن ضعف، بلکه وسیله ای برای کاستن از ضعف در نظر بگیریم. یعنی تحقیر نکنیم اصلا، اینو به عنوان یک منبعی برای توسعه و پیشرفت در نظر بگیریم. تنفعل خداوند پیغمبر میگه برو به اینها بگو، برو اینها تذکر بده، برو اونها رو به عبارتی امر کن به فکر کردن، امر کن به تحقیق کردن، امر کن به تجسس و بررسی کردن و بعد حرف رو پذیرفتن. فیتبعون احسن، آیه قرآن دیگه، کسانی هستن که سخن رو میشنون ولی احسنش رو پیدا میکنن. این همه تذکری که پیغمبر خداوند تبارک و تعالی میگه برو به بنده‌های من اینو بگو و بعد به اونها بگو که وذکر این ذکرات تنفعلون، تذکراتی که تو میدی به خاطر منفعتشون است. اینو بدانیم که اگر کسی از روی با تمام شرایط انتقاد میکنه، مرد این عین خوب به نفس است.
نه تنها تضادی با من از سر دوست داشتن اون مرا دوست داشته و همون گونه که خودم دوست دارم. این به کمک میکنه، یعنی تقویت او حب به نفس است. چرا؟ به خاطری که باعث میشه روز به روز میزان اشتباهاتیم کاهش پیدا بکنه، ضعف های ما آهسته آهسته کمتر بشه و یا از میان برد و بر قوت ها و قدرت ها و توانایی ما افزوده بشه. هیچ تضادی با حب به نفس من نداره و خودم دوست دارم به خاطری که خودم دوست دارم و چون او خیر و منفعتی مرا میخواد که ممکن است من به خاطر انسانیت خودم برایم به خاطر همون به عبارتی که من هر چقدر که توسعه داشته باشه تفکرم، ولی یک بعد ممکنه که جلوی خود رو میبینم، همون جمله ای که میگه که آنچه که من آنچه که تو در آینه میبینی و در خشت خام میبینم یا تو مو میبینی و من پیچش مو، یعنی ببین تو الان ظاهر قضیه رو میبینی و بر اساس تجربه، بر اساس آگاهی، بر اساس تخصصم، حتی بر اساس صداقت و مهربانی که نسبت به تو دارم، من چیزی رو میبینم که تو نسبت به آگاه نیستی، لذا به خاطر هم که خودت دوست داری. پس هیچ تضادی با خودپسندی تو نداره. انتقاد پذیرفتن و انتقاد گوش کردن و انتقاد رو با استقبال به عبارتی در آغوش گرفتن خودش نشانه خود به عبارتی دوست داشتن خوده. چرا؟ من خودم دوست دارم به صلاح تست احسن و کسی که آفرین به شما محبتی به من میکنه و اشکالی رو از من میگیره با تایید خاطر بپذیرم. چرا؟ چون رشد در نه در نهایت به رشد میرسم، در نهایت به تعالی میرسم، به شکوفایی خواهم رسید. و لذا اگر سه تا دلیل داریم که بر اساس سه تا دلیل نمیخواهیم که انتقاد بپذیریم، اگر اونها رو به شکل درستی اصلاح بکنیم و تغییرشان بدیم، به همون سه تا دلیل انشالله پذیرا و به عبارتی با استقبال کننده از انتقاد خواهیم بود. بسیار وقتا خانم رضایی که بعضی وقتا مثلا بعضی انسان ها بدبین هستن، مثلا یک نفری یک چیزی رو میگه ولی او بدبینی داره، فکر میکنه که این مثلا یک عمدن میخواد یک چیزی رو بگه که این تحقیر شوه یا ناکام بانه یا پیشرفت نکنه، یا مثلا در حالا مثلا یک فردی است که در یک محل کار وظیفه داره، به هر حال مثلا میای از او انتقاد میکنه، او فکر میکنه که این از این انتقاد کرده که در بین همکاران یا در جایی که وظیفه داره و کار داره پیشرفت نکنم. این بدبینی هم گاهی وقتا میتونه بسیار مضر باشه. ما همیشه گفتیم که مثبت اندیش باشین، مثبت ها را ببینین و منفی بین نباشین. بدبینی هم بسیار وقتا خیلی مضر هست در زندگی. حالا ما صحبت میکنیم در قسمت راهکارهاش با در قسمت های بعدی برنامه با شما و به هر حال با بیننده های عزیز ما. خب این مبحث امروز تمام شده، وقت ما خلاص است، هرچند که دوست داریم که باز هم ادامه بدیم و ادامه صحبت ها را برای پنجشنبه بعد واگذار میکنیم که شما عزیزان بیننده حتما برنامه ریزی بکنین و به هر حال بیننده برنامه ما در روزهای پنجشنبه و سایر روزها باشین حتما. تشکر میکنیم خانم رضایی عزیز از صحبت و گفتگوی شما و همچنین شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودین. شما را به خدای پاک و بزرگ میسپاریم و منتظر انتقادهای شما عزیزان هستیم. خدا نگهدار. صلوات الله سلام.